چطورید قهرمان ها؟ استمان ای پی دی و خوش اومدید به یه قسمت دیگه میستی. این قسمت دوم از سوارکار بدون سره که توی قسمت قبل بهتون گفتم دالوهان رو آوردم که معروف ترینش بود. حالا توی این قسمت اومدیم سراغ تاریخچه‌ش رو بریم توی هر کشوری ببینیم داستانش چی بود و چجوری شروع شده. بعد اینکه قسمت یک رو گذاشتم دیدم ست ناصر هم کامنت گذاشته که مثل اینکه فیلمش هم هست، برای سال 1999 بود. نشستم دیدم فیلمشو، قشنگ بود برای فیلمی که مثلا برای 22 سال پیش ساخته شده بود. خیلی خوب ساخته بودن، مخصوصا بازیگرش هم که جانی بود، البته جانی دپ منظورمه، بازیگر دو زن دریای کارائیب. اون جانی هم که اومد تو ذهن شما کاملا قابل احترامه. به هر حال اسم فیلمش هم توی کامنت می نویسم، حتما ببینید. بعد اینکه این دو تا قسمت رو الان دیدید فیلمش هم ببینید، دیگه اصلا چیزی نیست ندونید در رابطش. خب حالا بریم ادامه کارمون که قرار بود تاریخچه‌شو در بیاریم. اولیو میریم آمریکا، اونجا بهش میگفتن مرد حصیری. داستان برای زمان یکی از جنگ‌های آمریکا تو نیویورک بود. مرد حصیری یه سرباز بود توی اون جنگ. این قهرمان خیلی بدشانس بود و خیلی هم بد مرد، جوری که یه دونه این توپخونه‌ها زد بهش و کلاً کلش کنده شد. همرزماش بدنشو میبرن ولی سرش چون ترکیده بود بیخیالش میشن. پشت یه کلیسای آلمانی دفنش میکنن. طبق افسانه ها اومده یه روز روحش میاد و دنبال سرش میگرده که انتقام بگیره. بعدی رو میریم اروپا و کشور انگلیس توی قرن 14 هم. یه حالا موجودی بود بهش میگفتن شوالیه سبز که همین دقیقا امسال هم بود فکر کنم فیلمش رو ساختن. والا فیلمش از نظر من نصف اولش تقریبا آره قشنگ بود، ولی اومدن مثلا هنری کنن فیلمو، یه کاری کنن جایزه ببره، خرابش کردن. اسم فیلمش هم توی دیسکریپشن براتون می‌نویسم اگر دوست داشتید ببینید، ولی خب اینی که من الان براتون توضیح میدم خیلی کامل‌تر و خیلی خلاصه‌تره که مجبور نباشید حتما فیلمشو ببینید. داستان برمیگرده به یه شب که شاه آرتور جشن گرفته بود و یه نفر میاد داخل سالن درخواست دوئل میکنه. یکی از افرادش بلند میشه و قبول میکنه. فامیل خود شاه آرتور هم بود. دوئلش هم اینطوری بود که شوالیه سبز اومد داخل و پیشنهاد داد که هر کدوم از شما داوطلب بشه که با من مبارزه کنه، یه ضربه میتونه با شمشیر، تبر یا هر سلاحی که بخواد به من بزنه، منم هیچ کاری نمیکنم. ولی سال دیگه همین موقع همین روز باید بیاد پیش من تا منم یه ضربه بهش بزنم. این قهرمان پیش خودش میگه خب اگر من الان یه ضربه یه جوری بهش بزنم که بمیره، دیگه زنده نمیمونه که بخواد سال دیگه اون منو بزنه. یه تبر برمیداره سرشو قطع میکنه. شوالیه سبز همون لحظه بلند میشه سرشو از روی زمین برمیداره، بهش میگه سال دیگه این موقع نوبت منه. او این تا یک سال خواب نداشت، میگفت برم سر قرار نرم چیکار کنی. برای حفظ آبروشم که شده بود پا میشه میره بالاخره سر همون تاریخی که گفته بود. وقتی میرسه اونجا شوالیه سبز براش تعریف میکنه که منو خواهر شاه آرتور جادو کرده بود که بیام یه همچین داستانی را بندازم که تست کنیم ببینیم آیا سربازا و فرمانده های شاه آدمای جوانمردی هستن یا نه. اینجا منظورش از شجاع و جوان مرد اینه که اون موقع خیلی پیگیر افتخار و عزت و اینا بودن که مثلا مرد و حرفش، که مثلا آقا تو به من گفتی سر یک سال دیگه میخوای بیای مبارزه کنی، فرار نکنی، نترسی، حرف زدی باید پاش بمونی، اینطوری بوده مثلا منظورش. حالا میریم اسکاتلند. اونجا سوارکار بدون سر یه مرده بود به اسم ایوان که برای قبیلهش جنگید و در طول جنگ توی جزیره هم خودش و هم اسبش سرشون قطع میشه. طبق افسانه اومده روح خودش و روح اسبش هر دوتاشون توی اون منطقه هنوز حضور دارن. بعدی رو میریم شمال هند. دقت کنید هند، قشنگ انتظار یه فیلم هندی رو داشته باشید. الان براتون تعریف میکنم کاملا مشخصه اینا از همون اول هم هندی بودن. اینجا سوارکار معروف بود به یه چیزی که بیشتر نقشش دفاع از بیگناها بود، که وقتی زنده بود یه شاهزاده بود که برای دفاع از روستاش در مقابل راهزنا کشته میشه و حتی بعد از اینکه سرش رو قطع میکنن بازم به مبارزه ادامه میده. داستان از درباره یه نگهبانی که برای محافظت از همین شاهزاده توی جنگ میمیره و حتی بعد از مرگش هم میاد و بدون سر و سوار بر اسبش مبارزه میکنه. حالا میریم کشور آلمان. بذارید اول بهتون بگم توی این کشور سوارکار بدون سر دو تا داستان مختلف و قدیمی و اصلی داره که یه سری از مردم به یکیش باور و اعتقاد دارن، یه سری هم به اون یکی. حالا من دوتاشو براتون آوردم براتون تعریف میکنم، بهم بگید نظر شما چیه، فکر میکنید کدومش اصلی است. داستان اول از اونجای شروع میشه که یه زنه میره توی جنگل و میوه جمع کنه. از پشت سرش صدای یه سگ شگاری رو میشنوه.
وقتی برمیگرده نگاه میکنه یه مرده رو میبینه که سوار یه اسب خاکستریه که چیز غیر عادی در رابطش نبود. فرداش دوباره میره توی همون جنگل و این بار یه صدا پشت سرش میشنوه. برمیگرده نگاه میکنه دوباره همون یارو بود، سوار اسب، ولی با این تفاوت که سرش دیگه جاش نبود، با دستش گرفته بود. بزنه اسمشو میگه و براش تعریف میکنه که وقتی زنده بود هیچ وقت به حرف باباش گوش نکرد، درباره اینکه به اونایی که از تو پایینترن از هر لحاظی مهربون باش. زیاد مشروب میخورد و به آدمای اطرافش توجهی نمیکرد. حالا که مرده نفرین شده که تبدیل به یه روح شیطانی بشه، زنه رو زنده میذاره که این داستان برای مردم تعریف کنه، که همینطور هم شد. داستان دوم درباره قهرمانیه که بعد از اینکه میمیره از خدا خواهش میکنه که بذاره روی زمین توی این دنیا بمونه و در ازاش با اینکه میتونست بره بهشت ولی دیگه نتونه بره. درخواستش قبول میشه ولی در صورتی روی زمین باقی میمونه که تبدیل به یه سوارکار بدون سر بشه. این قهرمان یه شیپور داشت که وقتی اینو به صدا در می آورد به شکارچی‌ها اخطار میداد که فردای اون روز برای شکار توی اون منطقه نرن چون خطرناکه. یه سری جاها هم دربارش نوشتن که یکی دیگه از کاراش این بوده که اونایی که به بقیه ظلم میکردن و دخلشون رو میآورده. همه این افسانه‌ها هر کدوم از یک کشور شروع شدن و داستان خودشونو داشتن، ولی توی همه‌شون یک چیز مشترک بوده، اینکه این یه سوارکار بدون سره که بیشتر وقتا توی یه جنگ کشته شده و سرش از دست داده. نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنید دربارش؟ خب اینم از پایان یکی دیگه از قسمت‌های میستی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی سالم و سلامت بمونید.